رسیدیم به رشحه ششم در بیان جهاد. و آن در صورت قضا باشد با کافران و به حسب معنی محاربه باشد با لشکر هوا و شیطان. اول را جهاد اصغر خوانند و ثانی را جهاد اکبر، و به یقین بدان که تا در معرکه مجاهدت به شمشیر ریاضت سر نفس رعنا را بر نداری، به دولت غنیمت و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نرسی، کما اشار الیه المولوی. خب همچنان که در مورد سایر احکام الهی مانند نماز و روزه و زکات دو گونه تفکر مطرح شد، یک تفکر فقهی که عموم مردم به آن تفکر پایبندند و از نماز آن را می‌خواهند که در فقه اسلام و فقه شرایع اسلامی آمده است، و در روزه و در زکات همچنین. در اینجا همچنین است. در فقه جهاد، منظور از جهاد این است که انسان با لشکریان دشمن و با کافران و مشرکان بجنگد، و این مفهوم و اساس امر جهاد است، جهاد فی سبیل الله، که در جاهای مختلفی از جمله در قرآن به آن سفارش شده و اکیداً به آن توجه شده است. اما باز در دیدگاه عرفا این جهاد مفهوم و معنای دیگری دارد. گویی که جهاد به مفهوم فقهی اون رو میپسندند و میپذیرند و بدان پایبند هستند، اما جهاد مهم رو جهاد با نفس شیطانی خود میدانند، و البته این جهاد نفس رو بسیار مهمتر از جهاد با کفار برمیشمارند. جهاد یک صورتی دارد، یک معنایی دارد، یک باطنی دارد، همچنان که نماز یک صورتی داشت و یک باطنی داشت، همچنان که روزه صورتی و باطنی داشت، و اینجا هم جهاد یک صورتی دارد و یک باطنی. و آن در صورت قضا باشد با کافران، جنگیدن با کافران و دشمنان اسلام که به حریم مسلمانان و حریم مسلمین تجاوز کرده باشند و بدین لحاظ برای دفاع از کیان مسلمانان، جان و مال و ناموس مسلمانان، بر هر مسلمان واجب می آید که به دفاع برخیزد و در حد واجب کفایی به آن چیزی که ملزوم مسئله هست به آن دست پیدا کنند، و اگر وجود عده‌ای کفایت کند از بقیه، این وجوب از بقیه ساقط می شود، ولی اگر کفایت نکند، این وجود به همه افراد اجتماع و به همه مسلمانان تسری پیدا می کند. راجع به جهاد از دیدگاه فقه مسئله بسیار است و سخن فراوان است. ما اینجا قصد این رو نداریم که از جهاد از جهت فقهی بپردازیم، بلکه از جهت عرفانی که در اینجا مد نظر است به آن نگاه میکنیم. و آن در صورت قضا باشد با کافران. قضا یعنی جنگیدن، غزوه هم یعنی یک جنگ، و غزوات پیامبر رو هم همه شنیده ایم و همه این مطالب رو می دانیم. اما به حسب معنی محاربه باشد با لشکر هوا و شیطان.
آنچه صورت است قضای با دشمنان و جنگ با کافران است، اما از دیدگاه معنا محاربه و جنگیدن و در حرب بودن با لشکر هوا و شیطان است. امر جالبی که در دین ما وجود دارد به مساجد و آن سجدگاه های مساجد محراب میگویند. محراب یعنی محل حرب و جایی که انسان می جنگد. این محراب هایی که هست و همه مساجد محرابی دارند و همه موقع نماز روی در آن محراب می کنند، در حقیقت همان محراب جنگ با هوای نفس است و انسان بتواند با گوشه نشینی و بتواند با حظ نفس خود رو فرو بردن، بتواند با نفس خود مبارزه کند و به حسب معنی محاربه باشد با لشکر هوا و شیطان، هوا و هوس ها و شیاطین انس و جنی که در قرآن هم آمده است، با آنها به مجاهده برخیزد و محاربه کند. اول را جهاد اصغر خوانند، اولی جهاد اصغر است و ثانی را جهاد اکبر، دومی را جهاد اکبر خوانند. این لفظ جهاد اصغر و جهاد اکبر البته همه مستحضری است که از لفظ حضرت رسول صلوات الله علیه اخذ شده است که وقتی که از جنگ بدر همه برگشتند، مسلمانان خیلی شادمان بودند که بر دشمنان پیروز شدند. حضرت رسول فرمود رجعتم من الجهاد الاصغر، اکنون شما از جهاد اصغر رجوع کردید، برگشتید به خانه خود. و علیکم بالجهاد الاکبر، و پس از این بر شما باد جهاد اکبر. و همین جهاد اکبر بود که از این سخن بود که مسلمانانی که اهل صفه بودند و در مدینه النبی و مدینه الرسول در کنار مسجد پیامبر صفه‌ای برای خود نهاده بودند و در آن صفه به عبادت خداوند مشغول بودند و پا به رکاب ترین صحابه بودند در جنگ هایی که احتمالاً پیش می آمد، چون خود از خود خانه ای نداشتند، از مهاجران بودند و در مدینه برای خود خانه ای نداشتند و حتی برای خود خانه ای نیز نساختند. آنها یک صفه بود، یک سایبانی بود در کنار مسجد النبی و در مسجد مدینه که در آنجا زندگی می کردند و به آنها اهل صفه می گفتند. و خیلی از اشخاص معتقدند که ریشه کلمه صوفی و صوفیه از همان اهل صفه هست که آنهایی که در آن صفه بودند و کارشان جهاد اصغر و جهاد اکبر بود. آنگاه که جهاد اصغر بر آنها واجب می شد در جهاد اصغر بودند و بعد از آنکه دیگران به کار و زندگی و فعالیت معمولی مشغول می شدند، اینان در کار جهاد اکبر و در حال کشتن نفس غدار خود بودند. اول را جهاد اصغر خوانند و ثانی را جهاد اکبر، و به یقین بدان که تا در معرکه مجاهدت به شمشیر ریاضت سر نفس رعنا را بر نداری، به دولت غنیمت و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نرسی. می فرماید که وقتی در معرکه مجاهدت، یک معرکه هست، معرکه جنگ است که انسان با دشمن می جنگد، معرکه مهمتر و معرکه عظیمتر آن است که انسان با نفس خود و با خیشتن خیش در بیفتد و با شیطان نفس خود محاربه و مجاهده کند. آن هم به شمشیر ریاضت ممکن است. ریاضت یعنی سختی کشیدن و اینکه
ورزش رو در عربی ریاضت میگویند از همین جهت است که یک ورزشکار بایستی آنقدر ریاضت بکشد، آنقدر سختی به خود بدهد تا اینکه بتواند به مدارجی از این مقامات خاص برسد. این ریاضت هم خود اصولی دارد، روش‌هایی دارد که توسط پیران طریقت و توسط بزرگان عرفان بیان شده است و ریاضت‌های شاقی هم برای انسان‌ها در نظر گرفتند. هرچه نفس عظیم‌تر و نفس سرکشتر، البته ریاضت برای او بیشتر و عمیق‌تر و سهمگین‌تر باید باشد. اینکه انسان نفس خود رو یک لحظه به خود واگذارد، البته این نفس صاحب نفس رو خواهد بلعید. نفس اژدرهاست، او کی خفته است، از غم بی‌آلتی افسرده است. این نفس انسانی اگر یک وسیله‌ای پیدا کند، دمار از روزگار صاحب نفس و آن شخص رو برخواهد آورد. و البته این رو افرادی که با این مسئله آشنا هستند درک می کنند و کسانی که همواره اسیر دست نفس اماره خیش هستند، اینها این رو خیلی خوب درک نخواهند کرد. تا به شمشیر ریاضت سر نفس رعنا را بر نداری. رعنا چند معنای ندارد که بعضا معنای متضاد است. رعنا زن بسیار سست و تنبلی که ممکن است به هر خواهشی پاسخ مثبت بدهد گفتند در اصل حقیقت. بعدها این رعنا به معنای زیبایی هم به کار رفته است و مثلا قد رعنا، سر به رعنا که شاعران به آن پرداختند، یعنی قد موزون و سروی که موزون است و سروی که صاف است و بدون اعوجاج در حقیقت قد کشیده است و به بالا رفته است. اما اساساً رعنا از دیدگاه ادبیات عرب و لغت عرب چندان لغت خوبی نیست، از آن جهت است که ایشان این رو به نفس نسبت داده است. نفس رعناست. نفس چرا رعناست؟ به خاطر اینکه خود رو نشان می‌دهد، خود رو خوب نشان می‌دهد. نفس بسیار کارش عجیب است. وقتی که خود رو در خطر ببیند، لباس خوبی و لباس زیبایی می‌پوشد. وقتی احساس کند که صاحب نفس می‌خواهد با او در بیفتد، چنان رویه خوبی از خود نشان می‌دهد و چنان صورت حق به جانبی به خود می‌گیرد که انسان حقیقتاً میماند که آیا این نفس من است؟ این چرا چنین میکند؟ و نفس بسیار غدار است و بسیار حیله‌گر است و کسانی که از حیله‌های نفس آگاه باشند میتوانند آن عظمتی که در این رفتارهای او هست رو در بیاورند. هر لحظه به شکلی بت عیار درآید. آن نفس، آن بت رعنای نفس هر لحظه به شکلی در می آید. اگر دید که از راه بدی نمی تواند با شما باشد و شما رو همراه خود کند، از راه خیر خواهد آمد. شما رو به یک کار خیر وادار خواهد کرد که شما در داخل آن کار خیر به شر مرتکب شوید. می‌بیند که شما هرگز حق دیگری رو نمی‌خورید، این رو می‌داند. بنابراین می‌آید می‌گوید خب برو حق فلانی رو بگیر. شما وقتی می‌خواهید حق دیگری رو بگیرید، حق آن یکی که شخص ثالث است او رو پایمال می‌کنید. وقتی که کاری به کسی ندارد، می‌بیند که شما می‌خواهید کار خوب بکنید و هرگز دست از سرش بر نخواهید داشت. میگوید خب بسیار خب کمک کن، برو به فلان کس کمک کن. وقتی شما کمک کردید به آن کس، زود خودش رو نشان میدهد، میگوید بگو، کاری کن همه بفهمند که تو چقدر خوبی کردی. برو به همه بگو که چه خوبی هایی در حق فلان کس کردی. و این نفس واقعاً
قدار است. یکی از علمای بزرگ، از روحانیان بزرگ که استاد من بود، وقتی که می رفتیم یک جلسه ای، ایشان از در که وارد می شد بلا فاصله می رفت در جای، در بهترین جای مجلس می نشست و خودش استاد اخلاق بود. من یک روز گفتم استاد شما چرا چنین می کنید؟ چرا شما وقتی وارد می شوید بلا فاصله به جای خود می روید؟ گفت من این رو بارها به قول معروف آزمودم. من اول بنا به این که خب به هر حال من بایستی تواضع کنم، می رفتم در پایین مجلس می نشستم و همه مجلس که مرا می دیدن می گفتن که شما چرا اونجا؟ بفرمایید بفرمایید. و من رو با هزار یک صلوات بفرستید و ایشان از آنجا بیاید و برود به صدر مجلس. می گفت که من دیدم که نفس من وقتی آنجا می نشینم پروارتر می شود و نفس من فربهتر می شود تا زمانی که می آیم اینجا می نشینم. وقتی می آیم اینجا می نشینم و در حقیقت در رأس جلسه قرار می گیرم، همین بیان این چه آدمی، خودش رو چقدر بزرگ می گیرد. خب و به خاطر همین طعنه مردم رو به جان می خرم و نفس من می شکند. من می فهمم که این مردم چجوری به من نگاه می کنن که تو چرا رفتی بالای مجلس نشستی، در صدر مجلس قرار گرفتی. ولی خیلی ها هستند که می آیند در پایین مجلس تا اینکه بیان حاج آقا شما چرا آنجا، شما بفرمایی، شما جایگاهتان نیست. هزار بار او رو کم کم بکشانند و اینجا نفس فر بهتر می شود و اینجا نفس خیلی خوشحالتر می شود. اینه که خیلی دقیقه این مسائل که انسان باید توجه بکند که در چه صورتی نفس من مرا از خود راضی خواهد کرد و من در چه صورتی از نفس خود راضی خواهم شد. بسیار ریزه، بسیار موضوعاتش حساسه و در این حال بسیار خطرناک است اگر انسان عاقل نباشد و عاقلانه عمل نکند. سر نفس رعنا را بر نداری به دولت غنیمت و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نخواهی رسید. و الذین و کسانی که جاهدوا فینا در راه ما جهاد کردند، لنهدینهم البته ایشان را هدایت میکنیم، سبلنا به راه های خود آنها را هدایت میکنیم. کما اشار الیه المولوی، چنانچه حضرت مولانا در مثنوی شریف به آن اشاره فرمود. ای خنک آن کو جهادی میکند، ای خنک آن کو جهادی میکند، بر بدن زجری و دادی میکند، تا ز رنج آن جهانی وارهد، بر خود این رنج عبادت می نهد. ای خنکا چه زیبا، خوش به حال آن کسی که جهاد می کند در راه خدا، جهد و کوشش و تلاش می کند، بر بدن زجری و دادی می کند، بدنش رو زجر می دهد و داد از بدن خود می گیرد. این که گفته زجری و دادی خود یک مسئله مهم است. شاید عده این رو به مازوخیزم و موارد مشابه تعبیر کنند، شاید بعضی که از اصول عرفان بیگانه اند اینها بگویند اینها خدازارند، اینها بیهوده خودشان را رنج میدهند و آزار میدهند. اینها عوام مردمند که از اصول ریاضت بیخبرند و غالب مردم هم از همین ها هستند. شاید بتوان گفت 99% مردم این چیزها را نمیپسندند و قبول نمی کنند که انسان به خود زجری و شکنجه ای رو وارد کند. زجر از هر جهت که باشد، در خوردنش، در خوابیدنش، در حرکاتش، در لطماتی که ممکن است به بدنش بخورد. اما اهل عرفان این رو جزء اصول بدیهی و اصول اولیه می دانند و
دقیقاً تفاوت این راه هم در همین است. تفاوتی که وجود دارد آن است که انسانی که با خود می‌خواهد مجادله داشته باشد و مجاهده کند، بایستی این نفس و این بدن رو که قفس است، بایستی آن قفس رو لاغرتر بکند تا اینکه بتواند مرغ روح خود رو از آن پرواز دهد. بایستی این نفس رو و این بدن رو هر چقدر که شد لاغرتر کند که بتواند روحش رو پرواز دهد. این یک اصل است و اصل مهمی هم هست که در عرفان گفتند انسان میبایست که به بدنش و به جسمش رنج برساند. گویی این که از لحاظ فقهی این یک عمل ناممدوح است و ناپسند است و فقها ها لطمه زدن به بدن رو البته حتی حرام دانستند، چون که میگویند حقوق بشر یکی هم جسم او هست و بشریت او هست و نبایست که این بدن لطمه بخورد و بایستی به آن بدن توجه کند. اما عرفا از این میگذرند و از این چند پله و چند طبقه و مرتبه بالاتر میاندیشند، اینکه به این قضیه میرسند که برای اینکه بتوانند این روحی که در این قفس تن گرفتار شده است و برای مبارزه با نفس اماره قداره بیایند و او رو بایستی با انواع ریاضات کوچک کنند و او رو از شأنی که برای خود ساخته از پایین بیاورند. به نفس باید اهانت کنند. و این که گفتند که عزت نفس داشته باشید، عزت نفس برای عوام است، عوام مردم، برای 99% مردم است که دنبال عزت نفس هستند. ولی هرگز یک عارف به دنبال عزت نفس نیست. نفس چیست که عزت داشته باشد؟ مگر نفس میتواند عزیز باشد؟ هر کسی که نفس خود رو عزیز داشت البته روح او خار شده است. این عزت نفسی که عزیزان ما در روانشناسی امروز در روش‌های موفقیت و چیزهای دیگر میگویند، این برای عوام است و هیچ اشکالی ندارد. برای کسی که نداند که نفس او چه کار میکند، برای او هیچ اشکالی ندارد، باید عزت نفس خود را نگه دارد. اما برای کسی که میفهمد این نفس فقط آمده است تا او را از عروج باز دارد و نتواند و نگذارد که او به مدارج بسیار بالا دست پیدا کند، البته او یک مانع عمده است. تا جایی که این جسم خود یک مانع عمده است که چنگالهایش را در زمین فرو کرده است و روحی که میخواهد به بالا بپرد، این چنگال جسم و بدن در زمین چنگالهایش را زده است و قفل شده است و نمیگذارد روح این پرواز کند. در اینجا هست که انسان او رو، اون تن رو و اون بدن رو دشمن خود خواهد شناخت و او دشمن خواهد بود، چرا که او رو از عروج و از بالا رفتن جلوگیری می کند. مگر ما وقتی بخواهیم که ارتقا پیدا کنیم در این مسائل دنیوی، وقتی می خواهیم ارتقا پیدا کنیم، به بالاتر برویم، کسی مانع ما شود، ما او رو دشمن فرض نمی کنیم. اگر کسی در ارتقای دنیوی ما بیاید و در ارتقای دنیوی ما بخواهد که مانع ما شود، ما او را دشمن تلقی میکنیم. اگر مانعی در ارتقای دنیوی ظاهری ما باشد، ما او را دشمن تلقی میکنیم. چگونه هست که این نفسی که مانع ارتقای ما به ملکوت اعلی هست و ما را در این ناسوت گرفتار میکند، او را دشمن خود به حساب نیاوریم؟ به شمشیر ریاضت سر نفس رعنا را بر نداری، به دولت غنیمت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ای خنک آن کو جهادی می کند، بر بدن زجری و دادی می کند، تا ز رنج آن جهانی وارهد.
اگر بخواهی که از رنج آن جهان برهی، بایستی در این جهان رنج ببری. این قصه معمولی است، قصه عادی است. گویی این که برای عوام الناس این قابل درک نباشد. بر خود این رنج عبادت می‌نهد. این رنج عبادت رو بر خود هموار می‌کند تا اینکه بتواند از رنج آن دنیا رها شود. جهد کن تا می‌توانی ای کیا در طریق انبیا و اولیا. ای انسان بزرگ جهد کن، جهاد کن که در طریق انبیا و اولیای الهی تا هر قدر که میتوانی تلاش کن. چرا راه انبیا و اولیا؟ به خاطر اینکه آنها بهترین راه ها رو میشناسند و بهترین راه های مقابله با نفس رو اینان به ما آموختند. کافرم من گر زیانی کرد کس، در راه ایمان و طاعت یک نفس. میگه من کافر هستم اگر کسی در راه ایمان و اطاعت حق تعالی یک نفس زیان کرد، یک لحظه زیان کرد، به اندازه یک نفس زیان کرد، در اون صورت من کافر هستم. یعنی هیچ زیانی بر آن شخص نخواهد بود. مثل مجاهدتی که یک دانش آموز برای رسیدن به علم میکند. خب اگر به او بگوییم که خب این بیخوابی ها، این زحمت ها، این زجهایی که میکشی به چه درد تو میخورد؟ از اینها درگذر. چه تحویل او خواهیم داد؟ یعنی یک انسان بیار کسلی که هیچ کاری از او بر نمی آید. بلکه ما کسی رو میپسندیم که بتواند با دیدن حقایق، با تلاش و کوشش مثلا به مدارج علمی دست پیدا کند. جان سپر کن، تیغ بگذار ای پسر، هر که بی سر بود از این شه برد سر. جان خود رو سپر کن و تیغ رو بگذار بر زمین. آن تیغ مجاهده‌ای که بوده است، آن تیغ جهاد اصغر رو بگذار پایین و خودت رو سپر کن و خودت رو در برابر تیغ جهاد اکبر مهیا کن. آن جهاد اصغر است. اکنون که از جهاد اصغر برگشته ایم، بر ماست که بر جهاد اکبر مداومت و ملازمت کنیم. هر که بی سر بود از این شه برد سر. کسی که در این راه سر نفس خود را برید، در آن صورت خداوند و آن شاه به جای سر او سری دیگر خواهد داد. این سری که هست، این سر نفسانی است، اما آن سری که او میدهد سری است آن سری، سری است آنسویی، سری است ملکوتی. همچنانچه در جهاد ظاهری انسان جانش را میدهد و به جای او خداوند در یک جان بهتر و جان زیباتری رو برای او در نظر میگیرد، همچنین است وقتی انسان نفس خود رو کشت، خداوند نفس بالاتری به او هدیه میکند. نفس که اماره بود و کشت به نفس لوامه میرسد، بعدها به نفس عقلانی و نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه و به بالاترین درجات نفس خواهد رسید. اگر از این نگذری به آن درجه بالاتر نمیتوانی برسی. یک حکایت بسیار زیبایی است در مورد آن شیخی که نامش عیاضی بوده است و او کسی بود که کارش جهاد فی سبیل الله بود، جهاد اصغر بود. آمده بود و در هر قضا و جنگی که بود شرکت میکرد و همه رو متحیر میکرد از شجاعت و شهامت و جرأت و دلیری خود. و مینشیند ناگهان در کنج عزلت نشسته است این شیخ و میخواهد جهاد اکبر کند. از جهاد اصغر برگشته، میخواهد جهاد اکبر کند، یعنی با نفس خود در بیفتد. ناگهان طبل غزا به صدا در میآید. در اوایل اسلام مستنفران کسانی بودند که وقتی که
قضایی میشد و وقتی کافران به مرزهای مسلمانان حمله میبردند با طبل‌هایی در کوی و برزن میآمدند و با طبل‌هایی که میزدند همه رو دعوت میکردند، هم میگفتند که از فلان مرز مثلا دشمنان کافران آمدند و مسلمانان را کشتند، هر کس که آماده است برای جهاد با ما بیاید. و یک عده که انسان‌های مؤمنی بودند اینها برمیگشتن سلاح برمیگرفتن و با هزینه خود به جنگ میرفتن و به جهاد میرفتن، بعد که جنگ تمام میشد دوباره برمیگشتن. عده‌ای بودن که اینها غازی میگفتن، عده‌ای بودن که کارشان این بود که هر وقت غزو و جهادی بود البته اینها میآمدن و در آن جنگ شرکت میکردن. اگر به شهادت نمیرسیدن یا زخمی میشدند برمیگشتند و بعد که بهتر شدند میرفتند و همچنان این قصه بوده است. شیخ عیاضی میآید و نشسته است تا با نفس خود جهاد کند که ناگهان طبل جنگ برمیخیزد که یک قضای دیگر آمده است. ناگهان این نفس این شیخ برمیجهد، نفس سر برمیکند، میگوید برو به جهاد دشمن، سریع این محراب رو، محراب عبادت رو ترک کن و برو به سمت جنگ با دشمن. این شیخ عیاضی انسان ماهری بوده است با جنگ، در جنگ با نفس. میگوید ای نفس، تو که کار خوب از تو بر نمی آید، اکنون چه شده مرا به کار خوب دعوت می کنی؟ از تو کار خوب بر نمی آید، چرا چنین می کنی؟ اگر به من نگویی آنقدر نگه می‌دارمت در این حال، آنقدر ریاضت‌های شدید می‌دهم که نهایتاً بگویی. بعد که مقداری نفس رو با ریاضت‌ها رنج می‌دهد، نفس به صدا در می‌آید و می‌گوید که آنجا فقط اگر بروی یک بار کشته می‌شوی، اگر بروی در جنگ یک بار کشته می‌شوی و خیال من راحت است. اگر بر دشمنان غلبه کردی مردم تو رو به شجاعت و شهامت به هر حال تأیید میکنند و هزار بارک الله به تو میگویند آفرین چه انسان بزرگی بودی، چقدر خوب بودی، در آن صورت من نفس فربه میشوم، من لذت میبرم، ببین من چه انسان بزرگی بودم، جهاد کردم در راه خدا و این همه من رو اینها دوست می‌دارند و نفس باز همانجا فربه می‌شود. می‌گوید اما تو روزی هزار بار مرا در این کنج می‌کشی و صدایی از کسی بر نمی‌آید، هیچ کس هم نمی‌داند که داری چگونه مجاهده و چگونه با نفس خود مبارزه می‌کنی. اینجا من رو در تاریکی می‌کشی، ولی آنجا اگر باشی این چکاچک شمشیرها برای من بسیار زیبا خواهد بود و من خود رو مجاهد فی سبیل الله خواهم دانست. آنجا هزار نفر تو رو میبینن و شجاعت تو رو میبینن، ولی اینجا هیچ کسی، در خلوت هر روز هزار بار سر مرا میبری و هیچ کس هم خبر ندارد که چه بر سر من میآوری. دوست دارم آنجا بروی، وقتی جهاد کردی آن وقت همه به هورا میکشند و همه تو رو میپسندند، به خاطر همین نفس دوباره من دوباره فربه می شوم. شیخ عیاضی که بر امید شهد شهادت، نوشیدن شهد شیرین شهادت، 90 بار چاشنی زهر محاربت چشیده، 90 بار در جنگ ها شرکت کرده بود و نمرده بود و به شهادت نرسیده بود و در آخر که حقیقت حال و حال حقیقت دانای بینا شد، بعد از 90 بار فهمید که حقیقت حال چیست، آمد و ریاضت پیشه کرد، روی از معرکه جهاد اصغر به معرکه جهاد اکبر نهاد، از جهاد اصغر رفت و در جهاد اکبر ماند و باب فتوح بر روی دل او گشاد، باب فتوحات ربانی بر دل گشوده شد که المشاهدت و میزان المجاهده، مشاهده به اندازه میزان مجاهده هست. انسان هر چقدر که با نفس خود
در بیفتد و با نفس خود به هر اندازه که مجاهده کند مشاهداتش به همان میزان است. میزان یعنی ترازو، ترازوی مجاهده او به مشاهده است. اگر ما بخواهیم بدانیم که آیا ما مجاهده خوبی داشته این در راه حقیقت و در راه کشتن نفس اماره آیا خوب مجاهده کرده ایم یا نکرده ایم، در اینجاست که بایستی به مشاهدات خود توجه کنیم. چه مشاهداتی ما داریم؟ این مشاهداتی که ما داریم در چه حدی است؟ این بسیار راه عملی است. اگر مشاهدات ما در سطح بالاست، معلوم است که مجاهدات ما مناسب بوده است. و اگر مشاهدات حق تعالی و مشاهدات اسرار ازلی رو نداریم و مشاهده نمی کنیم، در آن صورت باید بدانیم که مجاهده ما ناقص بوده است. این خیلی بحث ساده است که آیا من خوب توانستم به مجاهده با نفسم بپردازم یا نه، مربوط به مشاهدات است. اگر مشاهدات عالی داشتی، آن شهودی داشتی، آن شرایطی که دیگران از آن بیخبرند، اگر از آنها گواه گرفتی و به آنها اطلاع یافتی، آن وقت است که معلوم است مجاهده تو خوب و صحیح بوده است. کما اشار المولوی قدس روحه، گفت ایازی 90 بار آمدم تن برهنه بو که زخمی آیدم. 90 بار رفته به مجاهدت و حتی سپر و زره نپوشیده تا اینکه زخم بر او بخورد و شهید شود و هیچ اتفاقی نیفتاده است. البته مولانا میخواهد این قصه رو به ما بگوید که آنچه خدا میخواهد هست. ممکن است انسانی 1000 بار خود را بپوشاند، با اولین قدم در جنگ بلافاصله از جای تیری بر او حادث شود و بمیرد، و ممکن است انسانی 90 بار هم بدون در معرکه باشد و در خط مقدم هم باشد، ولی بدون سپر هم باشد، اما اتفاقی برایش نیفتد، چون مربوط به خواست خداست و مربوط به قضا و قدر الهی است. تن برهنه می شدم در پیش تیر، تا یکی زخمی خورم من جایگیر. من می خواهم که زخمی بخورم که جایگیر باشد، یعنی جای زخم در زخم ها در بدن من باشد. بر تنم یک جایگه بی زخم نیست، این تنم از زخم چون پرویزنی است. پرویزن یعنی چیزی که از آن آب رو میگذرانند، آب کش رو که سوراخ سوراخ هست میگویند. میگوید بدن من مانند پرویزن است، یعنی آنقدر تیر و نیزه و زخم شمشیر بر بدن من آمده است که قابل شمارش نیست. اما نمردم، اما به شهد شهادت نرسیدم. بر تنم یک جایگه بی زخم نیست، این تنم از زخم چون پرویزنی است. لیک بر مقتل نیامد تیرها، کار بخت است این نه جلدی و دها. میگوید کاری به جلدی و سریع بودن و هوش ندارد. خدا نمیخواست که من مجروح شوم و به شهادت برسم، چون شهادت روزی جانم نبود. این شهادت روزی من نبوده است. چون شهادت روزی جانم نبود، رفتم من در خلوت و در چله زود. در چله رفته است تا اینکه در خلوت به جهاد اکبر بپردازد. قبلا گفته این که چله چیست و چله چه مرتبه ای دارد. چله از آن جهت بسیار مهم است در ریاضت عرفا و بزرگان هم به آن توصیه کردند و خود مولانا به نابه شرایطی که میگویند حداقلی که گفتند 3 بار و حتی اکثرش 26 بار چله گذرانده است. چله یعنی اینکه
یک شخص 40 روز تمام در یک جای خاصی مستقر شود بماند. روزها روزه میگیرد و شبها به قرآن و به قیام میپردازد. شب تا صبح ایستاده است و دارد نماز میخواند و صبح تا شب هم در حالی که روزه است همیشه در ذکر و مناجات است. نمیخوابد مگر اینکه بیهوش شود و وقتی از هوش رفت دیگر حرجی بر او نیست و وقتی بیدار شد دیگر حق ندارد که دوباره بخوابد و غذای او بسیار کم است. در 24 ساعت اندکی آب و اندکی نان و غذای خیلی معمولی میخورد و 40 روز به همین منوال میماند. عرفا گفتند راههایی که انسان میپیماید و حجابهای ظلمانی که در وجود انسان است 40 حجاب ظلمانی وجود دارد که هر شب یکی از این حجاب ظلمانی از جلوی چشمان او کنار می رود و هر 24 ساعت و یا هر شب و روز یک حجاب از حجابات 40 گانه رو از جلوی چشم او بر می دارد. او بعد از اینکه به این 40 روز رو گذراند و همیشه رو به جای خاصی است، رو به قبله هست، همیشه با وضوح هست و هیچ دری گشوده نمی شود. چله خانه ها جاهایی بودند که بسیار محدود بودند و جاهای کوچکی معمولا گرد بودند، مثلا به قطر 2 متر یا 3 متر نهایتا. دری کوچک از پشت سرباز می شد و کسی بود که مراقب او بود و گاه غذایی و آبی برای او می آورد یا اگر نیاز بود برای قضای حاجت اندکی یا در شبانه روز فقط یک بار میتوانست بیرون برود و دوباره بایستی برمیگشت و همون حالت رو داشت. یه حق نداشت با هیچ کس سخن بگوید. در طول این 40 روز سکوت میکرد و حق نداشت که با کس دیگری سخنی بگوید. از این جهت هست که بسیار به این قضیه اهمیت دادن و محقق ترمذی که استاد مولانا بوده است 26 بار به او دستور داد که این چله رو برگزار کند و ایشان این چله رو برگزار کرد. بعضی از بزرگان 40 چله رو برگزار می کردن که در اصطلاح 40 چله هست، یعنی 40 بار پشت سر هم از این چله که بیرون می آمدن به چله دیگر شروع می کردن و چله دیگر و چله دیگر. خب کسانی که از مفهوم و محتوای این بیخبرند و در این راه قدمی بر نداشته اند البته برای آنها اینها قابل درک نیست، اما کسانی که این چله ها رو برگزار کرده اند می دانند که چه فتوحات عظیمی برای انسان گشوده می شود. شیخ ابن عربی چندین سال، چند ده سال تمامی مشاهداتش رو در این چله ها به دست آورده و فتوحات مکیه که کتاب مشهود آن بزرگوار هست در اثر این چله هاست و شرایطی که در آنجا مهیا شده است برایش و مطالبی که آنجا بیان شده است بسیار جالب و حیرت انگیز است. و کسی که بخواهد، نهایت قضیه این است کسی بخواهد چیزی از عرفان رو درک کند، از سخن و گفتار بیرون بیاید و حقیقت موضوع رو درک کند، حداقل میبایست یک چله رو برگزار کند. این چله هم بایست زیر نظر استاد باشد و انسان به تنهایی و به خودی خود نباید اقدام به این کار کند که لطمات فراوانی ممکن است به روح و روان او بخورد و هیچ کس حق ندارد خود به خود و سر خود این کار را انجام دهد. این بایستی تحت اشراف یک مرشد کامل، یک استاد کامل باشد که بتواند تمامی حالات و احوالات او را کنترل کند و او را رهنمون شود به مشاهدات ربانی و مکاشفه های الوهی. و اگر چنین نکند البته ممکن است که در آنجا شیطان نفوذ کند و شیطان دخالت کند در چله او و او رو از حقیقت
دور کند. بسیار مهم است و امر عظیمی است و همه کسانی که همه عارفان بزرگ که آنها را میشناسید بدانید بلا شک همه این چله ها رو گذرانده اند و بدون چله هیچ کس به هیچ جایی نمیرسد. میتواند از سخنان عرفانی زیبا بر زبان بیاورد و روح خود رو محظوظ کند از سخنان زیبای عارفانه و عاشقانه، اما عرفان و عشق حقیقی با این عمل میتواند میسر باشد و دروازه های اشراق و بصیرت و نورانیت رو بر روی دل عاشق سالک بگشاید. چون شهادت روزی جانم نبود، رفتم من در خلوت و در چله، زود در جهاد اکبر افکندم بدن، در ریاضت کردن و لاغر شدن. من بدنم رو در جهاد اکبر انداختم و ریاضت رو شروع کردم و سختی دادن به بدن رو شروع کردم. بانگ طبل قاضیان آمد به گوش، غازیان آن جنگجویان، آنهایی که به جهاد فی سبیل الله می رفتند، بانگ طبل غازیان آمد به گوش که خرامیدند جیش غز و کوش. یا یکی آنهایی که به غزا رفتند، یا اینکه اینجوری بهتره بخونیم بنا به تصحیحی که باید بکنیم، بانگ طبل غازیان آمد به گوش که خرامیدن جیش غزو کوش، جیشی که در کوششش در غزوه بوده است. نفسم از باطن مرا آواز داد که به گوش حس شنیدی بامداد. میگه نفسم صبح یکی از صبحها من رو آواز داد، به من چنین گفت: خیز هنگام قضا آمد، برو خیش را در غزو کردن کن گرو. برو خودت رو گروه گروگان غزوه و جهاد بکن. اینجا چرا نشستی؟ اکنون وقت قضا و جنگ است، برو به وظیفه دینیت عمل کن. گفتم این نفس خبیث بی وفا، نفسم خبیث است، هم بی وفا هست. کسی آیا از نفس وفایی دیده است؟ یک رفیق و قرینی است که هیچ کس از او وفایی ندیده است و هر جا که آمده است بی وفایی کرده است. گفتم ای نفس خبیث بی وفا، از کجا میل غذا؟ تو از کجا این غذا و این جنگ؟ تو چگونه مرا به جنگ میخوانی و جهاد میخوانی؟ راست گو ای نفس کین هیله گریست، ورنه نفس و شهوت از طاعت بریست. تو میخواهی که من به طاعت بپردازم و به جهاد بروم؟ آخه نفس که خلاف این است، چرا چنین میکنی؟ گر نگویی راست حمله آرمت، در ریاضت سخت تر افشارم. اگر راست نگویی به تو بیشتر حمله می کنم و در ریاضت تو رو سخت‌تر می فشارم. نفس بانگ آورد آنگه از درون، با فصاحت بی زبان اندر فسون. آن وقت نفس دیگه دید که ریاضت می کند و بیشتر می رنجاند او رو، گفت خب الان میگم که چی هست. که مرا هر روز اینجا می کشی، تو هر روز مرا به کنج این خانه می کشی، به این کنج سیاهی که هست، مرگ سیاه به من می دهی به جای اینکه من بروم مرگ سرخ با عزت و شرافت رو برگزینم. مرا آورده ای و مرا در این مرگ سیاه هر روز می کشی. که مرا هر روز اینجا می کشی، جان من چون جان گبران می کشی. مانند جان زرتشتیان آمده ای و مرا می کشی. گبر یعنی بیدین، کافر. گبران رو از قبل هم کافر می دانستند و اکنون هم خیلی از مسلمانان زرتشتیان رو کافر می دانند و گنوسی می دانند. هیچ کس را نیست از حالم خبر،
که مرا تو میکشی بی خواب و خور. تو بدون این که خوابی به من بدهی، خوراکی به من بدهی، مرا در اینجا میکشی. هیچ کس هم نمیداند من نفس در این گوشه تاریک چه میکشم. در قضا بجهم به یک زخم از بدن، خلق بیند مردی و ایثار من. ولی اگر در جنگ باشد، من یک حرکت که بکنم، یک دشمنی رو سرنگون کنم، همه هورا خواهند کشید و همه مرا ستایش خواهند کرد و مردی و ایثار رو از خودگذشتگی من رو خلق خواهد دید. در آن صورت نفس دوباره فربه خواهد شد و خواهند گفت من چه انسان با شجاعی هستم، من چقدر متحورم، من چقدر بیباکم که به همین سادگی جان را در کفم میگذارم و به سمت دشمن میروم. اینجا باز خیلی ریز هست، خیلی نکته ریز و عمیقی است که اینجا باز هم طرفدار نفس میشود. میستانم من هزاران آفرین، که از خلایق چشم میدارم همین. من از خلایق این آفرین گفتنها رو میدانم. وقتی که بر میگردم همه به من میگن آفرین، تو مجاهد فی سبیل الله، تو رزمنده به حق و رزمنده در راه خداوند بوده ای، چه کار خوب و زیبایی کرده ای، و همه به من آفرین و احسنت میگویند. میستانم من هزاران آفرین، که از خلایق چشم میدارم همین. گفتم ای نفس منافق زیستی هم، گفتم ای نفس منافق زیستی هم منافق میموری، تو کیستی؟ این شیخ عیاض میگه به این نفسم گفتم که تو منافق زندگی کردی و منافق هم میمیری. منافق یعنی چه؟ یعنی که دروغ هست و صادق نیست. در ظاهر نفس با خود آدم مسلمانی میکند، ولی در آن طرف بنا به فرمایش قرآن و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، قرآن در مورد منافقان میفرماید که منافقان کسانی هستند که وقتی با مؤمنان هستند میگویند انما نحن مسلمون، ما مسلمان هستیم، ما به خدا ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی که با شیاطین خود خلوت کردند، قالوا انما نحن مستهزئون، ما این مسلمان ها را به استهزا گرفته بودیم، ما همینجوری گفتیم که ما مسلمانیم، ما با شما هستیم، ما با شیطان هستیم، ما از دین بری هستیم. منافق یعنی این، یعنی این که دروغ هست، درویی میکند، با مسلمانان مسلمانی میکند و با گبران گبری میکند. در اینجا هم تو همچنین میکنی، با من به رسم مسلمانی سخن میگویی که تو را نیازارم، و بعد با دیگران به رسم با شیاطین، به رسم شیاطین سخن میگویی. در دو عالم تو مرائی بوده ای، در دو عالم تو چنین بیهوده ای. مرائی بوده ای، مرائی یعنی ریاکار. مرائی کسی که بنابر دیدار مردم و به دیدن مردم کاری انجام میدهد. ریا هم رعا الناس هست دیگه، رعا یعنی نشان دادن، دیدن مردم. کار ریایی یعنی اینکه انسان کاری رو برای نشان دادن به مردم انجام دهد. هر کاری که انجام دهد، هر کاری که می کند برای نشان دادن به مردم باشد. اگر نماز هم باشد برای نشان دادن به مردم، این حرام است و ریا است. اگر روزه برای نشان دادن باشد، اگر کار خیر برای نشان دادن باشد، همه اینها البته ریا و حرام است و بسیار از آن نکوهش شده است که ما نبایستی به خاطر ریای مردم و به خاطر رعای مردم، دیدن مردم و به خاطر دیگران کاری را انجام دهیم. هر چیزی رو که احساس کردیم ما داریم انجام می دهیم و در آن گوشه چشمی به مردم داریم، آن کار بسیار سخت و صعب است. مشهور است مثالی که میگویند، کسی آمد، خودش این رو تعریف کرده، کسی آمد در یک شهر و به عبادت و زهد مشغول بود و
پادشاه گفته بود که من اگر کسی بیاید زاهدترین شما رو من میسنجم و به حساب میآورم و زاهدترین شما رو من وزیر خود و همه کاره این مملکت خواهم کرد. یکی از این زاهدان ریایی میآید در یک جایی و شنیده بود که پادشاه مأمورانش را اونجا گسیل میدارد که ببیند چه کسانی دارند عبادت میکنند و برها مشخص شود. میگوید که من شب که بود شب رفتم، مثلا بعد از ظهری رفتم شروع کردم به نماز خواندن و نماز خواندم، شب آمد و دوباره نماز خواندم، ناگهان که میخواستم دیگر بس کنم تمام کنم، وقتی نمازهای نافله رو خوندم ناگهان دیدم در مسجد هیچ کس نبود، در مسجد باز شد و صدای باز شدن در مسجد آمد و سپس بسته شد. من احساس کردم که یک نفر آمده است. گفتم خب الان دیگه وقتشه، من انقدر اینجا عبادت میکنم تا این شخص بره و به پادشاه بگوید که چه بوده است. فلان کس خیلی آدم مهم است. میگوید شب تا صبح من نماز خواندم، گوشم به در بود که بدانم آیا این شخص بیرون رفته یا نرفته است، چون در صدا داشت دیدم هنوز نرفته است. تا اینکه فردا صبح شد باز ادامه دادم. دیگر فردا طرف های مثلا ظهر دیگه خیلی خسته شدم، گفتم حالا پاشم ببینم این که بوده است که این همه وقت شاهد این عبادت من بود از توتی. میگوید رفتم دیدم یک سگ گریست که در رو آمده، از سرما به داخل مسجد پناه آورده، در رو باز کرده و اینجا نشسته است و من هم به هوای او دارم عبادت رو از شب تا صبح آوردم و صبح تا ظهر هم به خاطر او عبودیت کردم. یعنی انسان ممکن است به خاطر یک سگ این همه ریا کند و در حالی که خود هم نمیداند و بیخبر است. این قصه که گویا بعید هم نیست که اتفاق افتاده باشد، چون این است که انسان ها میبایست از این ریایی که هست و کاری که به خاطر دیدن دیگران انجام میدهد البته باید برحذر باشد. در دو عالم تو مرائی بوده ای، در دو عالم تو چنین بیهوده ای، نذر کردم که ز خلوت هیچ من، سر برون نارم چو زنده است این بدن. تا زمانی که این بدن زنده هست من از این خلوت بیرون نخواهم آمد. زان که در خلوت هر آنچه تن کند، نذر برای روی مرد و زن کند. در خلوت هر آنچه که بدن میکنه، هر زجری که در اینجا میکنم به خاطر روی مرد و زن نیست. میتونید اینجوری هم بخوانید، زان که در خلوت هر آنچه تن کند، نز برای روی مرد و زن کند. این جهاد اکبرستان اصغر است، هر دو کار احمد است و حیدر است. میگوید این جهاد اکبر و اصغر هر دو فقط به دو نفر اختصاص دارد، دو نفری که در این راه بیشترین کار رو کرده اند. یکی هر دو کار احمد، حضرت احمد و پیامبر است، و دیگر کار حیدر کرار، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این جهاد اکبر و اصغر در این دو تن در بالاترین درجه اتفاق افتاده است و در تاریخ اسلام کسی که بیشترین جهاد اکبر رو داشته است و بیشترین ریاضت ها رو به خود داده است همین حضرت علی علیه السلام بوده است و بسیار مشهور است. مشهور است که در هنگامی که ایشان خلیفه بود و پیر شده بود و دیگر قدرت غذا خوردن نداشت و همیشه نان جو با خود همراه می داشت، امام حسن و امام حسین گاه می آمدن و این نانهایی که حضرت داشته و خشک بوده است و نان جو هم بوده است که خیلی به طبع انسان هم سازگاردن نمی آید، وقتی که آوردند اینها خود امام حسن و امام حسین دیدن که اونجوری هست، دلشان به حال پدرشان سوخت. بعضا می آوردن مقداری روغن به این نانها می زدن که خود حضرت علی به دست خود در ایام خلافت می پخت. می دانید که ایام خلافت حضرت علی هیچ
حکومتی در جهان به اندازه خلافت حضرت علی وسیع نبوده است. در آن زمان وسیع ترین قلمرو در کل جهان در طول تاریخ تمدن‌ها قلمرو حضرت علی علیه السلام بوده است و آن نان‌ها رو می‌آوردن به روغن انبوده می‌کردن. مشهور است، در روایت‌های معتبر هست که حضرت آمد یک کیسه‌ای برای خود ساخت، نان‌هایش رو داخل آن کیسه می‌کرد و مهر می‌نهاد که هیچ کس نان‌های او رو به روغن آغشته نکند، که وقتی که دیگر پیر است و قدرت دندان ندارد بتواند آنها را بخورد. به خاطر همین است که این ریاضت‌های عظیم رو می‌چشید و گفته‌اند که بیش از 3 لقمه کوتاه و کوچک، جز 3 لقمه کوچک بر نمی‌داشت و بیشتر از آن نبود. و نان خورشت او حتی بعضاً شیری می‌آوردند که در آن شیر اینها رو حل کند، حضرت می‌فرمود یک آب بیاورید یا با نمک اینها رو می‌خورد. و این قصه هست که به خاطر همین در این جهاد اکبر حضرت علی علیه السلام در طول تاریخ در نظر همه فرقه های اسلام این شخصی بوده است که از همه بیشتر در این جهاد اکبر بوده است. کار آن کس نیست کو را عقل و هوش، پرد از در چون بجنبد دم موش. میگوید کسانی هستند که وقتی دم موشی تکان بخورد اینها از هوش میروند از ترسشان. میگوید این مبارزه کردن با نفس کار انسان‌های بزرگ است. در بیان آن که جنگ با دشمن باطن که اعدا عدو که نفسک التی بین جنبک، سخت‌تر است از هر با دشمن ظاهر. این که با دشمن ظاهر جنگیدن خیلی آسان‌تر است از اینکه انسان هر لحظه با نفس خود بجنگد. میگوید دشمن‌ترین دشمن تو آن نفسی است که بین دو جنب تو، بین دو طرف تو هست. یعنی این خود تو هستی که بیشترین دشمنی رو با خودت داری. چه دشمن صورت را زود مقهور میتوان ساخت. دشمنی در مقابل باشد، انسان به هر حال یک جوری او رو از جلوی بر میدارد و در معنی این دشمن به کلی مقهور نگردد مگر به مددکاری لشکر عنایت حضرت باری. و این نفس همیشه در کار خود است و هیچ وقت کاملا مقهور نخواهد شد. این نفس هیچ وقت هرگز کامل شکست نمیخورد مگر اینکه عنایت حضرت حق و حضرت باری شامل حال انسان شود، که بنده را دریابد که و ما یعلم جنود ربک الا هو. جنود پروردگار تو رو و لشکریان پروردگار تو رو جز خود خداوند کسی دیگر نمی‌شناسد. کما قال قدس سره، همان رجوع از جهاد اصغر به جهاد اکبر است. ای شهان کشتیم ما خصم درون، ماند زو خصم بتر در اندرون. این که روشن، ما خصم درون رو کشتیم. ای شهان کشتیم ما خصم برون باید باشه دیگه، این اینجا مثل این که اشتباه نوشته شد. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند زو خصم بتر در اندرون. ما خصم بیرونی را کشتیم و خصمی از آن بدتر در اندرون ما مانده است. کشتن این کار عقل و هوش نیست. دشمن ظاهر رو باید با عقل و هوش و تدبیر و با نقشه های جنگی نابود کرد، اما کشتن این کار عقل و هوش نیست. شیر باطن سخره خرگوش نیست، این شیر مسخره خرگوش ها نیست. دوزخ است این نفس، دوزخ اژدهاست. کو به دریاها نگردد کم و کاست. مولانا اینجا اشاره جالبی دارد به دوزخ و جهنم. در قرآن هست که وقتی که همه جهنمیان در آتش رفتند، خدا از این جهنم میپرسد که خب هل امتلأت، ای جهنم آیا پر شدی؟ و او میگوید هل من مزید، آیا باز هم داری؟ من جا دارم، هر چقدر که بخواهی من در این دوزخ جا دارم. این مکالمه ایست که در قرآن آمده است و میان خداوند که هی خدا میپرسد که آیا پر شدی، او هم میگوید هل من مزید، آیا
باز هم زیاد هست، باز هم کسی هست، اشاره به این است. دوزخ هست این نفس، دوزخ اجده هست. این که میگوید حلم مزید در آنجا، مولانا میگوید این که میگوید آیا پر شدی، نفس است. چون نفس رو هیچ وقت نمیتوان پر کرد، نفس هیچ وقت قانع نمیشود. هرچی که به او دادی بایستی دوباره بدهی. اگر یک بار به این نفس نگفتی، آن وقت دیگر توقعاتش کم خواهد شد. اما هر لحظه که به این نفس چیزهایی دادی دوباره خواهد خواست. مگر تمنیات انسان کاستی دارد و کم می شود؟ انسانی هست مثلا میگوید فلان خانه مال من باشد، فلان محل مال من باشد، کل فلان خیابان مال، فلان شهر مال من باشد، کل کشور رو به او بدهی باز میگه کشورهای دیگر هم مال من باشد، کل کشورها رو بدهی میگوید قاره های دیگر هم مال من باشد، کل کره زمین رو به او بدهی میگوید مریخ و مشتری و زحل اینها رو هم میخواهم، آنها رو دادی همه جهان رو میخواهد. مگر حد یقفی وجود دارد؟ مگر جایی هست که انسان بگوید دیگر بس است؟ نفس هیچ وقت این دیگر بس است رو به ما نخواهد گفت. بنابراین مانند آن قصه آن بچه که هی او رو میزدن که میگفتن بگو الف، این نمیگفت الف رو، هی میزدن، یکی آمد گفت آقا یه بار الف بگو تموم شه، گفت نه مشکل اینجاست، اگر این بار الف رو گفتن خواهد گفت بگو ب، بعد باز دوباره کتک میخونم تا اینکه بگی میگه بازم بگو مثلا ت و س تا آخرش، بعد که الف با تموم شد خواهد گفت با اینا جمله بساز، دیگر کار من هرگز تمام نخواهد شد. من یک دفعه در این الف گرفتار آمدم، این الف رو نمیگویم تا نهایتا آنقدر مرا بزنن راحت شن از من و من خلاص شوم. نهایتا چند روز کتک میخورم دیگه دست از من برمیدارم. قصه این است که اگر انسان به این نفس اماره اول نتوانست نه بگوید یا نه یک کمرنگی گفت، آن وقت است که او درخواستهای بیشتر و بیشتری رو خواهد داشت. هر لحظه بیشتر درخواست خواهد کرد. یکی را آمدی یک قدم دیگر به سمت تو خواهد افتاد، خواهد آمد و او هرگز از تو جدا نخواهد شد. دوزخ است این نفس، دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم رو. تمامی دریاها رو بریزید، این آتش اونها رو بخار میکند و از بین میبرد. هفت دریا را در آش آمد، هنوز کم نگردد سوزش آن خلق سوز. او که خلق را میسوزاند، اگر هفت دریا رو هم بهش بدهید باز هم حلم مزید میگوید. با اینکه دریا باید اون آتش رو خاموش کند که قادر نیست او رو خاموش کند. سنگ ها و کافران سنگ دل اندر آیندند در روزا رو خجل. سنگ ها و کافران و تق و نارلتی و قود و هنناس و الهجار و عدت للکافرین. می فرماید بترسید از آتشی که وقود آن و هیزم آن و آن چیزی که می سوزاند مردمان هستند و سنگ ها هستند. راجع به این سنگ ها که چگونه سوزش آن سنگ ها هستند بسیار بحث زیاد است که من میخواهم دو سه دقیقه این رو تمام کنم. هم نگردد ساکن از چندین قضا، تاز حق آید مرو را این ندا. ساکن نمیشود، همیشه میخواهد، ای قضا میخواهد. سیر گشتی سیر گوید نی هنوز، حلم تلعته قال هل من مزید. میگوید آیا پر شدی؟ قالت گفت که آیا بیشتر هست؟ اینت آتش اینت تابش اینت سوز، عالمی را لقمه کرد و درکشید. یک عالم را یک لقمه میکنه، لقمه اوست، درکشید خورد. معده اش نعره زنان هل من مزید، اما سیر نمیشود. کل عالم را هم بخورد باز سیر نمیشود. هل من مزید میگوید آیا بیشتر هست؟ حق قدم بر وی نهاد از لا مکان، آنگه او ساکن شود از کن فکان. وقت فقط بایستی حق بیاید و از لا مکان که محل حق است پا بر او بگذارد تا این آتش خاموش شود. چون که جزء دوزخ است این نفس ما، طبع کل دارد همیشه جزءها. میگوید این نفسی که ما داریم جزئی از آن آتش کل است، دوزخ است. این جزء رو اگر فراموش کنی و اگر این نفس رو اگر بتوانی مهار کنی در آن دوزخ نخواهی رفت.
به خاطر اینکه جنسیتی از آن دوزخ در تو وجود دارد، در نفس تو جنسیتی از آن دوزخ است که تو رو به آن سمت میکشاند. اگر این دوزخ درون رو و دوزخ نفس رو خاموش کردی، اگر با او مبارزه کردی، در آن صورت است که به جهنم نسبیت پیدا نخواهی کرد با جهنم و به سمت او نخواهی رفت، چون که جزء دوزخ است این نفس. این نفس ما پاره ای از آن دوزخ الهی است، طبع کل دارد همیشه جزء. جزوی که از کل جدا شده است همیشه طبع کل رو دارد. اگر این آب از یک منبع بسیار بزرگی هست، هرچه آن منبع بزرگ آب خاصیت دارد، این آب هم البته آن طبیعت رو خواهد داشت. این قدم حق را بود کورا کشد، غیر حق خود که کمان او کشد. میگه این قدم حق است که میتواند اون رو بکشد و از بین ببرد. این قدم حق را بود کورا کشد، غیر حق خود که کمان او کشد. آن کمانی که هست تا او رو رها کند و به ناکجا آباد بفرستد کیست؟ قد رجعنا من جهاد الاصغریم، این زمان اندر جهاد اکبریم. ما قد رجعنا من الجهاد الاکبر، سخن پیامبر است که عرض کردم خدمتتان که از جهاد اصغر آمدیم و باید به سمت جهاد اصغر برویم. قوت از حق خواهم و توفیق و لاف، تا به سوزن برکنم این کوه قاف. این کوه قافی که بی سر و سامان است و بی در و پیکر است و بسیار بسیار وسیع است، با یک سوزن اگر بخواهم این رو بکنم، آسان تر از این است که من این سخن رو برای مردم عوام و مردم ظاهربین بگویم. قوت از حق خواهم و از خدا توفیق میخواهم که بتوانم این سخنی که میگویم مانند کندن کوه قاف عظیم است با یک سوزن، چون واقعا انسان باید خود اینها رو درک بکند و الا با شنیدن هیچ کس متوجه این مسائل نخواهد شد. سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن را دان که خود را بشکند. آن شیری که بتواند به صفها هم بکند، آن شیر مرد، آن پهلوان که بتواند صفهای دشمنان را از هم جدا کند، این کار سهلی است، خیلی آسان است. شیر آن کسی است که بتواند خودش را بشکند.